گیلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم خلاصه فیلم مارتیرز به معنی شهیدان رو ببینیم. میتونم بگم واقعا پایان این فیلم جوری بود که تا چند روز تو شوک بودم و باورم نمیشد فیلمی انقدر ناراحت کننده رو تماشا کرده باشم. این ویدیو فیلمو کامل اسپویل میکنه، پس آخرش بهم فوش ندید. اینم بگم که این فیلم خیلی سکانس آزاردهنده داره، برای همین هم مجبوریم خیلی سانسورش کنیم، همین که حواستون باشه حالتون بد نشه. اگه میخواید کاملش رو ببینید برید توی کانال تلگراممون @gilasiamovie. فیلم با نمایش دختر نیمه برهنه شروع میشه که با استرس و نگرانی در حال دویدن توی خیابونه. سپس گروهی رو میبینیم که در حال فیلمبرداری و بررسی جایی هستن که اون دختر تونسته ازش فرار بکنه و به همه جا اعلام کرده که توی این مکان کلی شکنجه شده و اذیتش کردن. این دختر که اسمش لوسیه، حالا توی یک یتیمخونه نگهداری میشه. حال جسمی، روحی و احساسی لوسی به شدت خرابه و با هیچ کس نمیتونه کوچکترین ارتباطی برقرار کنه. بالاخره این دختر توی یتیمخونه با شخص دیگه به اسم آنا تا حدودی دوست میشه. آنا تنها دختریه که لوسی تونسته بهش اعتماد کنه و بیشتر وقتشون رو با هم میگذرونن. رفتارهای لوسی همچنان دیوونه کننده است. آنا بارها اونو توی وان حموم در حالی که دست و پاش بریده شده پیدا میکنه. لوسی هر شب پشت در یه صندلی میذاره برای کسی که قبلا دزدیدنش دوباره پیداشون نشه. جدا از اینا، اون حتی روی یه زن وحشتناک رو میبینه که میخواد بهش صدمه بزنه. همینطور به آنا میگه خطای رو دست و پاش هم کار همون زنه و انگار همون سختیای اسارت لوسی براش کافی نبوده که حالا یه روح وحشتناک هم در حال اذیت کردن و دنبال موقعیت واسه کشتنشه. 15 سال میگذره. خانواده رو میبینیم که خیلی خوشحالن. خواهر و برادر با هم میگن و میخندن. مادر کارهای خونه رو میکنه و پدر به کارهای خودش میرسه. سر میز صبحانه خیلی خوب و راحت با هم صحبت میکنن و هیچ مشکلی بینشون وجود نداره. وقتی صدای زنگ خونه میاد، پدر میره ببینه کی پشت دره که لوسی رو میبینیم که حالا یه دختر بزرگ ولی به هم ریخته است. اون یه اسلحه نشون میگیره و بدون هیچ مکسی شکم پدر رو سوراخ میکنه. لوسی وارد خونه میشه و مادر رو هم میکشه. قبل از کشتن پسر ازش سوال میکنه که میدونی مام بابا چه کارایی کثیفی کردن؟ وقتی بچه جوابی نمیده، شکم اونم میترکونه و در آخر دختر خانواده رو هم میفرسته اون دنیا. لوسی مثل دیوونه ها میشینه کنار جنازه پدر و مادر، ازش میپرسه چجوری دلتون اومد همچین کاری با من بکنید. اینجا میفهمیم این خانواده همون کسایی بودن که لوسی رو 15 سال پیش شکنجه میکردن. بعد از چند دقیقه لوسی سری تلفن رو برمیداره و به دوست قدیمیش یعنی آنا زنگ میزنه و بهش میگه بالاخره اون کارو انجام دادم. آنا با استرس و نگرانی آدرس لوسی رو میگیره تا بره کمکش کنه. با اینکه لوسی انتقامش رو گرفته، دوباره روح اون زن جلوش پیداش میشه. لوسی فریاد میزنه که این خونه رو دستم برای همون خانواده است، چرا ولم نمیکنی؟ بالاخره کشتمشون. ولی روح میاد پیشش و شروع به کتک زدنش میکنه. وقتی از خونه میره بیرون تا از اون روح فرار کنه، بالاخره به آنا میرسه. آنا میره تو خونه تا ببینه چه اتفاقی افتاده. در آخر با اینکه وحشت زده شده و حالش به شدت بده، سعی میکنه زخمای لوسی رو بخیه بزنه. بعد برای از بین بردن جنازه ها تلاش میکنه که همون لحظه میفهمه مادر هنوز زنده است. آنا تصمیم میگیره یواشکی این مادر رو ببره بیرون و نجاتش بده. وقتی میره ببینه حال لوسی چطوره، میفهمه دوباره همون روح جلوی ظاهر شده و داره اذیتش میکنه. لوسی داد میزنه که چرا پس ولم نمیکنی، من انتقامتو گرفتم. اینجا یه فلش بک به گذشته لوسی میزنیم و میبینیم که چطوری مثل یه اسیر نگهداری شده. اون با زرنگی کسی که داره به زور بهش غذا میده رو میزنه و پاشو میشکونه تا بتونه در بره. ولی موقع فرار یه زن اسیر دیگر رو میبینه که شباهت خیلی زیاده به همین روح که الان تو زندگیش هست داره. اون زن میگه کمکم کن، ولی لوسی ترجیح میده خودش رو نجات بده و از اون شکنجهگاه در میره. متوجه میشیم این روح به خاطر حس گناهیه که لوسی از رها کردن اون زن توی اون اتاق داشته و فکر میکرد اگه انتقامش رو بگیره از شرش راحت میشه. دوباره برمیگردیم به حال، جایی که آنا سعی داره مادری که نیمه جون هست رو به بیرون ببره تا نجاتش بده. لوسی همون لحظه میبینتش و میفهمه اون روح هنوز ولش نکرده، چون یکی از اعضای خانواده زنده است. با وحشت و عصبانیت حمله میکنه سمتش و سر مادر رو با چکش خورد میکنه. میبینیم روح دوباره میاد جلوشو بغلش میکنه، ولی ناخوناش تو دست لوسی فرو میکنه و همین لحظه از دیدگاه آنا همه صحنه رو میبینیم. لوسی داره با چاقو دست خودش رو میبره، یعنی این روح کلا وجود نداره و فقط مشکلات روانی که روی لوسی تاثیر گذاشته باعث شده این کارا رو انجام بده. لوسی برای فرار از این زن از پنجره بیرون میپره، جایی که تصمیم میگیره یه بار برای همیشه این درد رو تموم کنه. اون چاقو رو روی گلوش میذاره و قبل از اینکه کاری از دست آنا در بیاد گردن خودش رو میبره. آنا بعد از کلی گریه و زاری جسد لوسی رو به داخل خونه میبره تا تمیزش کنه. بعد شروع میکنه به کنجکاوی و گشتن خونه برای اینکه بفهمه چه اتفاقی اینجا افتاده. در همین حین یه راه مخفی پیدا میکنه که با تعدادی پله به زیر زمین وصل میشه. این دخترم که دیگه زیادی فضوله، میره توی زیر زمین و متوجه یه تشکیلات خیلی حرفه‌ای میشه. روی دیوار عکس تعداد زیادی آدمی که به شکل خیلی بدی شکنجه شدن و تا حدودی مردن. یه دریچه هم پیدا میکنه که با نردبون به پایین تر میره.
آنا فضولتر از این حرف هست و میره پایین. اونجا زن رو میبینه که یه زنجیر بهش وصله و چیزی مثل عینک از جنس فلز به سرش میخ شده. سر تا پای این زن پر زخمه. آنا جای اینکه بیاد بیرون دنبال پلیس برای کمک بگرده، زن رو آزاد میکنه و با خودش بالا میبره. اونجا زن رو میذاره توی وان حموم و سعی میکنه با درآوردن میخای صفحه فلزی اون رو از سرش جدا کنه. این سکانس به طرز حال به همزن روی ذهن بیننده تاثیر منفی میذاره. شما تصور کنید تعداد میخ تا گوشت سر طرف رفته و این اونا رو در میاره و با یه گرافیک تمام ما این صحنه رو میبینیم. در آخر موفق میشه اونو ازش جدا کنه و زن رو به سمت کاناپه میبره تا کمی استراحت کنه. وقتی آنا بعد یه چرت کوتاه چششو باز میکنه، همونو میبینه که داره سعی میکنه دست خودشو با اره ببره. وقتی میدوه سمتش که جلوی زنو بگیره، یه دفعه به سرش شلیک میشه. این لحظه تعدادی زن و مرد مسلح وارد خونه میشن و آنایی که سعی میکنه توضیح بده چه اتفاقی افتاده رو به زور به همون زیرزمین میبرن و دستشو میبندن. یه پیرزن میاد جلوی آنا و براش از ایده فکری فرقه خودشون صحبت میکنه. فرقه‌ای که مدت هاست فعالیت داره و لوسی هم قبلا یکی از قربانیاشون بوده، مثل همون زنی که الان پایین پله‌ها کشته شده. این فرقه اعتقاد دارن که اگر تعداد کمی از زنها به شدت شکنجه بشن و عذاب بکشن، به مرحله میرسن که اسمش مارتیر دام یا همون شهادته. توی این مرحله زن از زندگی فعلی خودش رها میشه و برای زمان خیلی کوتاهی توی دنیای بعد از مرگ میمونه. اما خب شکنجه باید طوری باشه که سریعا پس از این لحظه زنو زنده کنن و به دنیا برگردونن. تصور کنید چقدر باید این عذاب شدید باشه که باعث مرگ قربانی بشه، ولی به طوری که بعدش بتونه زنده بمونه. این همون کاری که با لوسی انجام شده بود. این فرقه لوسی رو هر روز به بدترین شکل عذاب میدادن و شکنجهش میکردن به امید اینکه یه روز به قدرت شهادت برسه. دیگه فکر نمیکنم توضیحی لازم باشه. آنا با پای خودش به چنگ این گروه وحشی افتاده و قربانی بریشون شده. توی چند سکانس پشت سر هم میبینیم که برای مدت طولانی چه بلایی سر آنا میاد. به اون به زور غذای بد میدن و هر باری که غذا رو پس میزنه توی گوشش میزنن. مردای مختلف میان و به بدترین شکل ممکن آنا رو زیر چک و لگد له میکنن. موهای اونو از ته میزنن و هزار تا کار دیگه انجام میدن. از یه جایی به بعد میبینیم که آنا دیگه هیچ مقاومتی نمیکنه. اون به کل تسلیم شد و حتی موقعی کتک خوردن کوچکترین واکنشی نشون نمیده. اینجاست که میفهمن آنا آماده است و یه روز اونو به یه اتاق دیگه میبرن و روی تخت پزشکی میذارن. وقتش رسیده شاهد یکی از وحشتناکترین صحنه های سینما باشیم، جایی که پوست بدن آنا کنده میشه. منظورم استعاره نیستا، یعنی آنا رو در حالی که زنده است میبندن و پوست سر تا پاشو به صورت کامل میکنن. آنا که کل بدنش گوشت خالی شده به جز صورتش از یک میله آهنی آویزون میشه. همه با کنجکاوی نگاهش میکنن چون رفتارش جوریه که انگار از بدنش جدا شده ولی هنوز زنده است. معتقدن که داره زندگی بعد از مرگ رو میبینه. حالا همون پیرزنی که اول همه چیزو برای آنا توضیح داده بود میاد و سمتش میره و ازش میپرسه بعد از مرگ چی دیدی. آنا یه چیزی در گوشش میگه. حالا سکانس بعدو میبینیم، جایی که یه مهمونی گرفته شده و تعداد زیادی آدم جمع شدن تا اون پیرزن نتیجه تحقیقات فرقه رو براشون بالاخره توضیح بده. ولی قبل از اینکه بیاد و سخنرانی کنه میره داخل دستشویی، بدون هیچ مکسی تفنگو پر میکنه و مغز خودشو میپاشونه. فیلم با نمایش دادن آنایی که بدنش هیچ پوستی نداره و داخل یه تشت آب دراز کشیده به پایان میرسه. این همه آدم که مقصر همچین جنایتی بودن هیچ تقاصی پس ندادن و پای هیچ کدومشون گیر نیفتاد. این فیلم از اون دست فیلم هاست که واقعا ذهن آدمو درگیر میکنه. جدا از وحشیانه بودن و صحنه‌های آزاردهنده، این سوال تو ذهن هممون باید شکل بگیره که یعنی آنا چی رو بعد از مرگ دید که انقدر باورش برای پیرزن سخت بود؟ یعنی انقدری بعد از مرگ پوش بود که این پیرزن این کارو کرد، یا انقدر قشنگ بود که این کارو کرد تا زودتر بهش برسه؟ حتما نظرتون زیر همین پست برام کامنت بذارید. رفقا لایک سابسکرایب یادتون نره، کامنتتون هم بنویسید. روزتون هم گیلاسی.